بالاخره استودیوی مارول توی کامیکان امسال پروژه های پیش روش که شامل فاز 5 و بخش از فاز 6 میشه رو معرفی کرد. سلام رفقا، من امیررضام و اینجا کانال مگافینه، کانالی که توش تو حوزه فیلم و سریال و سینما ویدیو میذاریم و امروز هم قراره توی یکی از ویدیوها در مورد پروژه های پیش روی مارول با هم صحبت کنیم. پس برو بریم. توی کامیکان امسال یعنی سال 2022 که چند روز پیش برگزار شد، تیم استودیو مارول یه بخشی از پروژه‌های پیشروش که شامل فاز 5 و 6 میشه رو معرفی کرد. امروز می‌خوایم پروژه‌ها یعنی فیلم و سریال‌هایی که توی فاز 5 قطعی شده رو یه مرور سریع با هم داشته باشیم و اطلاعاتی که تا الان منتشر شده رو باهاتون در میون بذارم. قبل از اینکه معرفی فیلم‌ها رو شروع کنم، یه نکته رو باید بگم که اگه نمی‌دونید بدونید. فیلم‌های استودیو مارول فازبندی دارن. از سال 2008 که آیرون من 1 به عنوان اولین فیلم دنیای سینمای مارول قبل از اینم فیلم‌های ساخته بود، حالا به طور متفرقه، ولی از سال 2008 دنیای سینمایی ایجاد کرد و به صورت فازبندی شروع کرد به منتشر کردن فیلم‌هاش. از سال 2008 با آیرون من شروع شد و تا الان 4 فاز رو پشت سر گذاشتیم که هر کدومشون چند تا فیلم سینمایی دارن و توی 3 فاز قبلی ما سریال نداشتیم و الان که توی فاز 4 قرار داریم سریال هم اضافه شده و این فاز یعنی فاز 4 امسال یعنی سال 2022 با انتشار سریال شی‌هالک و فیلم سینمایی بلک پانتر 2 به کار خودش پایان میده و ما بعد از اون وارد فاز 5 میشیم. شماره 1، فیلم سینمایی مرد مورچه‌ای و زنبورک قلمرو کوانتومی، تاریخ اکران 17 فوریه 2023. این فیلم اولین پروژه از فاز 5 دنیای سینمایی مارول محسوب میشه و خب ما قراره توش دوباره به اون بحثای کوانتومی که تو 2 قسمت قبلی بود برگردیم و نکته ای که وجود داره این که تو کامیکان امسال یه پوستر ازش رونمایی شد که از اون پوستر ما میفهمیم که کانگ فاتح، یکی از ابرشرورهای دنیای سینمایی مارول که قراره توی اونجرز هایی که در آینده در فاز 6 قرار بیاد اونجا هم حضور پررنگی داشته باشه، تو این فیلم هم حضور داره و این مهمترین نکته ای که در مورد این فیلم به تازگی منتشر شده. شماره 2، سریال سیکرت اینویژن یا تهاجم مخفی، تاریخ انتشار بهار 2023. این سریال هم دو تا نکته خیلی مهم داره. نکته اول اینه که قرار اسکرول ها که قبلا خیلی‌ها اعتراض می‌کردن به استودیو مارول که چرا کمتر بهشون پرداخت نمیشه، توی این سریال حضور پررنگ داشته باشن، توی هر دو طرف خوب و بد ماجرا احتمالاً حضور دارن. و نکته دوم که بازیگرای مثل امیلیا کلارک و اولیویا کولمن قراره که اولین حضورشون تو دنیای سینمای مارول با این سریال داشته باشن. شماره 3، گاردینز آف دی گالاکسی یا نگهبانان کهکشان قسمت 3، تاریخ اکران 3 می 2023. این فیلم قرار پایانی باشه بر داستان نگهبانان کهکشان و خب طبق تصاویری هم که ازش منتشر شده تمرکزش روی استارلورد و تقابلش با راکت راکون و گامورا و طبق اطلاعاتی که منتشر شده داستانش هم حول محور دفاع از کیهان و محافظت از یکی از تیم خودشونه و قراره که نقش منفیش رو چوکودی ایووجی بازی کنه. شماره 4، سریال اکو، تاریخ انتشار تابستان 2023. این سریال در مورد شخصیت اکو، یکی از شخصیت‌های سریال هاکای و به نوعی اسپینافی از اون سریال در مورد این شخصیت محسوب میشه و داستانش هم حول این میگذره که این شخصیت قراره به زادگاهی سفر کنه، ریشه های خودش رو پیدا کنه و بتونه با گذشتش کنار بیاد که بتونه با زندگی جدیدش رو به جلو پیش ببره. شخصیت های دیگه که تو این سریال غیر از اکو حضور دارند دردویل و کینگ پین هستن. شماره 5، سریال لوکی فصل 2، تاریخ انتشار تابستان 2023. فصل 1 سریال لوکی یکی از پروژه‌های موفق استودیو مارول بود و خیلی پرطرفدار و محبوب شده بود. توی فصل 2 قرار خدای شرارت با عوامل کارهایی که توی حالا فصل 1 انجام داده باهاشون روبرو بشه و طبق اطلاعات منتشر شده ما شاهد حضور و بازگشت سیلوی و ویبوس هم هستیم. شماره 6، مارولز یا مارول ها، تاریخ اکران 28 جولای 2023. توی این فیلم ها قراره 3 تا از شخصیت ها و قهرمان های زن مهم و محبوب دنیای مارول یعنی کاپیتان مارول، میس مارول و مونیکا رمبو رو داشته باشه. توی این فیلم 3 تا قهرمان گرده هم میان و قرار صحنه بعد از تیتراژ سریال میس مارول ادامه پیدا کنه.
و این فیلم یکی از پروژه‌هایی که انتظار خیلی زیادی ازش میره و یکی از فیلم‌های مورد انتظار استودیو مارول محسوب میشه. شماره 7 سریال آیرون هارت، تاریخ انتشار پاییز 2023. آیرون هارت یا ریری بعد از حضور تو فیلم پلنگ سیاه واکاندا برای همیشه حالا قراره که سریال اختصاصی خودشو داشته باشه. ریری یه مهندس فوق‌العاده کاربلد و با استعداده که میخواد یه زره بسازه که با زره تونی استارک رقابت کنه و همچنین اون دوست و یار دانشمند و پرنسس امپراتوری واکاندا یعنی شوری. شماره 8 فیلم سینمایی بلید یا تیغه، تاریخ اکران 3 نوامبر 2023. دو تا نکته مهم در مورد این فیلم هست. نکته اول اینه که قرار مارشال علی بازیگر برنده اسکار، یکی از بهترین بازیگر حال حاضر هالیوود، قرار نقش اصلی این فیلم رو بازی کنه، یعنی شکارچی خوناشام رو. و نکته دومی که با اینکه چیز زیادی از این داستان این فیلم بروز داده نشده، ولی طبق اطلاعات این فیلم یکی از فیلم‌هایی که جنبه ترسناک و تاریک دنیای سینمای مارول رو میخواد به تصویر بکشه و خب این میتونه خیلی رو برای این فیلم هایپ کنه. در مورد این شخصیت بابا همین است، قبلا یه سگانه هم ساخته شده که وسلی اسنایپس بازیگر اصلی اون بوده. شماره 9 سریال آگاتا محفل آشوب، تاریخ انتشار زمستان 2023 یا سال 2024. این سریال قراره یه اسپیناف از شخصیت آگاتا توی سریال واندا ویژن با بازی کاترین هان باشه و احتمالاً توی این سریال شاهد رهایی این جادوگر قدرتمند از تلسمی که توسط واندا ماکسیموف برش نازل شده خواهیم بود. در مورد حضور یا عدم حضور شخصیت واندا توی این سریال چیزی گفته نشده، اما اگه شخصیت واندا توی فیلم دکتر استرنج دو، آخر فیلم دکتر استرنج دو، واقعا نمورده باشه، نمیشه احتمال حضورش رو رد کرد. خب این یه چیزیه که طرفدارا خیلی دنبالشن که بدونن آیا حضور داره یا مرده. شماره 10 سریال دردویل تولدی دوباره، تاریخ انتشار بهار 2024. شخصیت دردویل شخصیتی بود که طرفدارای مارول واقعا خواهان حضور و احیاش توی دنیای سینمای مارول بودن و حالا این شخصیت سریال اختصاصی خودشو داره. استودیو مارول سعی کرد که توی فیلم سینمایی مرد عنکبوتی راهی به خانه نیست و سریال‌های شی‌هالک و اکو این شخصیت رو کم کم احیا کنه و حالا بعدش بتونه که این سریال اختصاصی رو براش ترتیب بده. نکته مهمی که در مورد این سریال وجود داره اینه که این سریال قراره 18 قسمت داشته باشه و با این حساب میشه بیشترین تعداد قسمت یک سریال توی دنیای سینمای مارول. شماره 11 فیلم سینمایی کاپیتان آمریکا نظم نوین جهانی، تاریخ انتشار 3 می 2024. داستان این فیلم قراره از جایی که فیلم شاهین و سرباز زمستان متوقف شده ادامه پیدا کنه و قراره که توی این فیلم سم ویلسون با بازی آنتونی مکی به عنوان کاپیتان آمریکای جدید دنیای مارول به تصویر کشیده بشه. همچنین شخصیت سم ویلسون احتمالاً رهبر بعدی انتقام جویان خواهد. و نکته دیگه این که عنوان نظم نوین جهانی شاید اشاره‌ای داره به یه سازمانی از ابرشروران رد اسکال که همین نامو دارن. این احتمال وجود داره ولی خب قطعی نیست خبرش. شماره 12 ساندربولتس یا ساقه ها، تاریخ انتشار 26 جولای 2024. این فیلم قرار پایان دهنده فاز پنجم دنیای سینمای مارول باشه توی جولای 2024 و خب مارول تو این فیلم میخواد تیم ضد قهرمان خودشو داشته باشه، یه جورایی یه چیزی شبیه به جوخه خودکشی که ما توی دی سی دیدیم و قرار مارول پیاده بکنه و خب خودش اینجوری گفته که قرار شخصیت‌های جدیدی رو ما توش ببینیم، ولی طبق پیش‌بینی‌هایی که میشه احتمالاً شخصیت‌های سرباز زمستان، بارون زیمو، ابو میشن، یلنا بلووا و گوست از اعضای این تیم باشه. ولی خب گفتم چون استودیو مارول خیلی اطلاعاتی بروز نده، اینا حدس و گمان و پیشبینیه و قطعی نیست. این 12 فیلم و سریال فاز 5 دنیای سینمای مارول تشکیل میدن و بعد از اون ما وارد فاز 6 میشیم. اطلاعات خیلی زیادی از فاز 6 منتشر نشد، ولی توی کامیکان اطلاعات کلی که داده شد اینه که شروعش با فیلم 4 شگفت انگیزه که 8 نوامبر 2024 قرار اکران بشه و قراره ما توش دو تا اونجرز داشته باشیم. یکی اونجرز The Kang Dynasty که 2 می 2025 اکران میشه و بعدی اونجرز Secret Wars که 7 نوامبر 2025 اکران میشه و این فیلم میشه پایان دهنده فاز ششم دنیای سینمای مارول. ولی خب قطعا به جز این سه فیلم، فیلم و سریال های دیگه ای هم
خواهند اومد، ولی چون هنوز قطعی نبودن فقط این ستا اعلام شده و بقیه هنوز حدس و گمانه و تعیین نشده که دقیقا چه فیلم و سریال دیگه ای قراره توی فاز ششم وجود داشته باشه. مرسی که ویدیو رو دیدید، امیدوارم از ویدیو لذت برده باشید. اگه از ویدیو خوشتون اومد لطفا لایکش کنید، اگه نه نظری پیشنهادی انتقادی چیزی حتما توی کامنت ها برام بنویسید. اگر هم کلا به حوزه فیلم و سریال علاقه دارید کانال رو سابسکرایب کنید. خیلی مخلصم، خداحافظ.